به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز نامه به عنوان اصلاح رسید و ما نیز بالای این مسئله و آنچه که در نامه آمده بود تحقیقات گذرانیدیم و آنچه در نامه آمده بود و با تحقیقاتی که خودمان با مقامات امنیتی کشور انجام دادیم، خیلی واقعا یک چیزی عجیب در آمد که محتوای آن واقعا هم برای تاجیک و تاجیکستانی یک چیز است که پس از دیدن این برنامه برایتان می دانم که سنگین و مشکل است، ولی باید بدانیم که تاجیک هم بر علیه تاجیک خود و ملت خود چنین ستم و ظلم های را در روسیه انجام می داده است. عنوان این برنامه را گذاشتیم مافیای تاجیک آزاران در نوسیبیرسک روسیه. برادر محمد اقبال صدرالدین، درباره برنامه های شما زیاد می شنوم و خودم با چشمان سرم دیده استادم که هم وطنان مهاجر شما چطور آنها را با کمال میل و با یک بی‌صبری تماشا می کنند. من خودم تاجیک نیستم، اما دوستان و شناس های زیاد تاجیک دارم و با چشمان بدون عینک هم می بینم که از طرفی یک زاده ناحیه سابق غرم رشت امروزه نسبت به هم ملتان خود چقدر ناعدالتی و زورگویی دیده می شود. سخن درباره عبدالجباروف سیرشاه زردکویچ، رئیس سازمان اجتماعی منطقوی دروژبه در ولایت نوسیبیرسک فدراسیای روسیه می رود. در اصل این سازمان اجتماعی نبوده، یک گروه متشکل جنایی است. برای شما بینندگان گرامی همین را بگویم که نامه کاملا با زبان روسی بود و پس از آنچه ما تحقیق نمودیم و آن را ترجمه نموده تقدیمتان می نماییم. عبدالجباروف سیرشاه 13 اکتبر سال 1965 در ناحیه سابق غرم به دنیا آمده است. سالهای 1989-90 در بخش کار با نابالغان شعبه کارهای داخلی قرغان‌تپه فعالیت کرده است. سالهای 1991-1992 در عرفه جنگ شهروندی، عبدالجباروف برای کار به شعبه داخلی ناحیه غرم در بخش مبارزه با اکستریمیزم فرستاده می شود. وی در جریان فعالیت در این بخش به خاطر نشان دادن رزولتت یا همان نتیجه ساکنان عادی را غیر قانونی بازداشت و به خصوص جوان مردانی از 22 تا 45 ساله را در همدستی و شرکت با گروه های مسلح غیر قانونی در حائط متهم نموده از بالای آنها کار جنایی آغاز میکرد. این جوان مردی به تهمت گرفتار شده مجبور بودند با کوها و یا با کشورهای دیگر فرار کنند تا اینکه از دست عبدالجباروف سیرشاه و یا زندان شدن نجات یابند. عبدالجباروف سیرشاه با سوی استفاده از وکالت‌های خدمتی و هدف ناپاک به زنهای آنهایی که با وهابیه متهم شده اند و مردان فرار کرده برای قطع کار جنایتی نسبت شوهران آنها پیشنهاد همخوابگی می‌کرد. اگر زنها پیشنهاد عبدالجباروف سیرشاه را رد می کردند، وی تهدید می کرده است که علیه شوهران آنها و یا نزدیکانشان کار جنایی باز می کند و حتی فرزندان آنها را تحت ضرب الات قرار می دهد. بعد از آن که از این پیشنهاد عبدالجباروف سیرشاه مویسفیدان و کلان سالان درک می یابند، مجلس برگزار نموده و قرار می آیند که او را جزا دهند و به رهبریت وزارت کارهای داخله مراجعت می کنند. بعد یک فرصت کوتاه عبدالجباروف را از صفهای وزارت داخلی پیش می کنند. برای آن که از قصاص مردم حائط نجات یابد، عبدالجباروف در سال 1995 به شهر نوسیبیرسک روسیه فرار می کند. خوب بینندگان گرامی، این شرح حالی بود که از مقامات تاجیکستان در دسترس نمودیم. عبدالجباروف سیرشاه در نوسیبیرسک روسیه انتقال غیر قانونی ساکنان ولایت سوخت به این کشور را تشکیل نمود و انتقال غیر قانونی شهروندان را از طریق مرزهای قزاقستان به روسیه و کشور آلتای توسط گذرگاه کلونده انجام می‌داد. در جریان این کار او با زن با نام بشارت که شهروند تاجیکستان بود شناس می شود. این زن بیزنسی سازمان یافته انتقال شهروندان را براه مانده بود و افتابوس های شخصی و پول کلان هم داشت.
چون خیلی سالها بود که این کار را اجرا میکرد. چون دید که انتقال غیر قانونی شهروندان تاجیک به روسیه یک کار درآمدناک است، با کارمندان ساختارهای قدرتی روسیه مصلحت و با مساعدت آنها بشارت را که از روز اول آمدن به او کمک کرد از قلمرو روسیه اخراج نمود. دپارتاسیا و با یک بی‌حیایی صاحب تجارت و اتوبوس‌های این زن شد. عبدجبار سیرشاه با تنهایی کار را ادامه داد و افزون بر این یک شبکه انتقال مواد مخدر را از خوجند به نوسیبیرسک توسط اتوبوس‌های مفت به دستش افتاده فعال ساخت. آنهایی که شرایط مالی آمدن به روسیه نداشتند در معده هایشان یعنی همون ژلودکشون با اتوبوس‌های عبدجبار سیرشاه گرایین می‌آوردند. عبدجبار سیرشاه همچنین تقسیم و تجارت گرایین را در نوسیبیرسک تشکیل کرد و این کار را بر دوش جوگیزن با نام کرالیوا نینا نیکلایونا واگذار نبود. وای با این زن خوب دیگر خفت و خیز می کرد و این لولی از عبدجبار سیرشاه یک دختری 16 ساله هم دارد. سالهای 2004-2005 شعبه مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی کشور آلتای یکی از اتوبوس های عبدجبار سیرشاه را داشتند و از یک مخفیگاه آن 6 کیلوگرم گرین را کشف و مصادره کردند. از این حادثه تمام تاجیک های نوسیبیرسک بخبر می باشند، اما مقامات تفتیشاتی کشور آلتای بعد چند این پرونده را به دلیل نبودن دلایل شیعی قطع کردند. گپ در سر آن می رود که عبدجبار سیرشاه برای نجات خود پاره کلان داد. پول پاره را او بر عوض چندی از اتوبوس ها از بابا جان و رئیس شرکت موسوم به پلانت ادجده آبوف گرفته بود. عبدجبار سیرشاه سال 2007 یک دختر 14 ساله تاجیک یولدوش و روشنایی را بدون گرفتن راهگیرا از خوجند به نوسیبیرسک آورد و به خویشاوندان زن لولی تبارش فروخت. روشنایی در تخانه پدولی پدر زن عبدجبار سیرشاه یعنی خسورش تا سال 2011 نگاه داشته می شد و خدمت سه برادر و پدر مویسفید آنها را اجرا می کرد. سال 2011 در باره این دختری به پشت و پناه تاجیک شعبه کارهای داخلی اکتیابرسکی و ارکده شهری نوسیبیرسک با یاری پریزیدنت مرکز حقوقی دفاع از تاجیکستانیان شریپوف اسرائیل قدرتویچ آگاهی یافتند و یک جا با ریاست کارهای داخلی ولایت نوسیبیرسک روشنایی را از این غلامیت آزاد کردند. مقامات کارهای داخلی ولایت نوسیبیرسک علیه عبدجبار سیرشاه و پدر عروس و سه برادر زن او کار جنایتی آغاز و آنها را در سیزا جای کردند. اما با گذشت همگی چند روز با دادن مبلغ کلان همه آنها به آزادی برآمدند. تاجیکانی به شور آمده به مسجد مرکزی شهر واقع در کوچه کراسینا مراجعت کردند. امام مسجد شکریزیانوف نکیب در یکی از خطبه های نماز جمعه این حادثه را نقل و اظهار نگرانی و تأسف کرده بود که چطور تاجیک ها دختر نابالغ خود را با پول شده با یک لولی فروختند. اما عبدجبار و بناموس نمیتواند از زن لولیش جدا شود چون از او دختر دارد و مهمتر از این او همه سر و اسرارش و از جمله تجارت گرین و انتقال غیر قانونی آدمان به روسیه را خوب میداند و میتواند فاش کند. تا امروز عبدجبار و سیرشاه راهبر گروه متشکل جنایی دروشبه است، اما یکان نمودی تجارت ندارد بجز اینکه هر ماه از تاجیکستان با راه غارت و زوری پول می ستاند و کسی که سرکشی کند آنها را با بیوک های زرخریدش تحت شلاق و شکنجه قرار داده پول می گیرد. دست راست عبدجبار و سیرشاه کیباروف اسماعیل جلیلویچ است که سال 2000 از یکاترینبورگ گریخته به نوسیبیرسک آمد و او را یکی از خویشاوندانش با نام خیرالله در بازار خیلاکسکی به کار ماند.
بعدتر خیرالله رابطه را با او قطع نمود چون دید که با آوردن گراین از تاجیکستان به نوسیبیرسک مشغول شده است. کیباروف اسماعیل رابطه اش را با دیرکتوری بازار زیابلوف آناتولی باریسویچ خوب کرده آدمی باوریناک و میانه روی او شد و دیگر موفق بران شد که قانون و قایده های خود را در بازار میانی فروشندگان جاری نماید. طرح این همه کارها خیلی ساده و روشن بود. بینندگان گرامی، بازار از فروشندگان برای نقطه فروش مبلغی معین طلب میکند، اما کیباروف اسماعیل حق خود را ضمن نموده زیادتر طلب میکند چون رابطه اش با راهبر بازار زیچ استوار است. پول زیادتی را بین خودش و راهبر بازار تقسیم میکند. کسی پول ایلاوگی ندهد یا دادن نخواهد جزا میگیرد. او گروه را از 300 نفر تشکیل نموده است که کارشان اساسا زدن و تحقیر کردن تاجیکان است. بدبینی مخصوص نسبت به دوشنبگیان دارد. برای آنکه یک ماشین باردار در قطار بازار جای بگیرد، در زمستان 8000 و در تابستان از 15 تا 20000 روبل میگیرد. ولی اگر مال و محصولات ماشین گران ارزش باشد، از 100000 بالا میستاند. از این نقشه کرپسیونی در بازار همه آگاهند، چون در بازار خلاکسکی برای ماشینجاهای سودا کمی میکند، مخصوصا در تابستان. بهای اجاره یک انبار یا سکلد بازار رسما 25000 روبل است، اما کیباروف اسماعیل 50000 در زمستان و 90000 روبل در تابستان طلب میکند. عربکش ها که اساسا از کلخوز آبادند برای یک روز در بازار کار کردند با کیباروف اسماعیل 1500 روبل، چای فروشان و قهوه فروشان 1000 روبل میدهند و همین ها ارمیه یا سپاه کیباروف اسماعیل نیز هستند که از فرمان او سرکشی میکرده ها را لط و کوب میکنند. За моей спиной Хиловский рынок. Место, хорошо знакомое горожанам. Сюда приезжают для того, чтобы купить недорогую и качественную продукцию. Если до территории рынка идет торговля по законам, там все определено, то за забором происходит совершенно другое действие. Здесь существует своя атмосфера, свои условия, свои правила и своя жесткая конкуренция. А что это? Что за камера? Что? Журналистам здесь не рады, слишком много вопросов задают. Главный, почему торгуют не на рынках, а вот так, стихийно и без условий. Везде пойдешь, где гонят, 70 рублей с нас все время. Каждый раз придешь, продал, не продал, а 70 рублей. А где это вы так говорите? На Ленинском базаре. Где случай? Проходимость лучше? Да. А... И народа больше. Весь товар на самодельных столах, в лучшем случае. Чаще просто на земле. Вокруг грязь, мусор и отхожие места. А чья свалка вот эта? Не знаю. Это? Да. Российская. Российская свалка. А ее у вас убирает кто-нибудь? Не знаете? Продавцы уверяют, жизнь заставила. Смотрите, за 3 месяца это патент заплатим, где-то 11 тысяч рублей. А это сейчас трудно найти деньги. Впрочем, как выяснилось, и здесь места не бесплатные. Не платите вы за места или платите? Платим. Кому? Администрации? Я в общем, это все не бесплатно, да? Нет. Уже без камеры по секрету продавцы делятся наболевшим. Платят они строго по графику. Ставки разные. Все зависит от товара и оборота. Мзду собирают ежедневно. На вопрос, кто, отвечает хозяин. Ин бедотгари да соласки астарафи Киборов. Исмаил и дома дорад. У аввал хеши худаш хайруллоро аз базар ба кумаки сардари мухафизан начальник охрана الکسیوک ویکتور پیش کرد. بعدتر با کمک کارمندان بلند پایه ساختارهای قدرتی زن خیرالله را از روسیه به درگاه یا دپارتاسیا نمود. سال 2016 در بازار خلاکسکی میان تاجیکان و ازبکان جنگ تشکیل نمود که در نتیجه هر دو طرف آسیب و ضرر زیاد دیدند. سال 2019 نزد ایستگاه پرشالنی که با بازار خلاکسکی نزدیک است با توفنگ های ترومت و ارماتورا همراه دوستان کلخوز آبادی اش رفته یک تاجیک زاده اسفره را با نام احمدوف شرفکن ایوبویچ که سنه تولدش 9 اوگوستی 1994 می باشد لط و کوب کرد، اما نسبت جبر دیده بالای سوختن نمکاب دوستان کیباروف اسماعیل که در ساختارهای قدرتی کار میکنند کار جنایتی آغاز کردند. خود همان سال باز یک شهروند دیگر تاجیکستان را با نام محمد که برادری محرمی جودویست تیمی منتخب روسیه ایسا است، دوستان کلخوز آبادی کیباروف
نامردانه زر بلد کردند. بهاری سال 2020 در قهوه‌خانه سماور که در کوچه سیورنی جای دارد، کیباروف اسماعیل یک گروه تاجیکان را از مسکف دعوت نموده بر بالای تاجیکان ولایت و منطقه های دیگر هجوم نمود. در این زد و خورد هم از کارد و هم از تفنگ های تروماتیکی استفاده بردند. وقتی پسری عزیزی فیض‌آبادی در بازار خیلاکسکی کار میکند، از قهوه خانه بیرون میگرخت، او را با ماشین زیر کردند که دو پایش شکست و حالا هم معیوب است. کیباروف اسماعیل و گروه جنایی تشکیل کرده او همراهی رئیسش سیرشا راهبر گروه متشکل جنایتی دروشبه کارشان زدن، با کارد مجروح نمودن، تیر خالی کردن نسبت تاجیکان و معیوب کردن آنها است که این همه را دوستانش یعنی کریشا از وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان پشتیبانی میکنند. وقتی از تاجیکستان نمایندگان رسمی حکومت تاجیکستان میآیند، آنها را سیرشا پیشواز میگیرد. کیباروف اسماعیل میخوراند که از این رابطه های نزدیک آنها شهادت میدهد. وقتی گوسل به نمایندگان حکومت تاجیکستان تحفه های گرانبها و پول های کلان میدهد، اما هیچ تاجیکی را نمیگذارد که در این ملاقات ها شرکت کنند و اگر شرکت کردند شکایت نباید کنند. حالا که او از تاجیکستان گریخته است، باز وظیفه آزاد شده است، اما نفقه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را میگیرد. مگر این از روی قانون تاجیکستان یا چنانه که ما میدونیم اجازت باشد؟ با فکرم هرگز اجازت نیست. تابستان سال 2020 یک نفر از کارمندان بالا مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به نوسیبیرسک آمد که سردار فرزند کیباروف بوده است. فرزند کیباروف اسماعیل در تاجیکستان در وظیفه مفتیش کار میکند. او را چنان مهمان نوازی کردند که گمان میکنی شاه سعودی نزدیکدان شاه دیگری آمده باشد. البته که آنها همه به خاطر وظیفه بلندتر دادن به پسرش و از این هم مهمتر برای انتقال گرعین از تاجیکستان به روسیه است. سخن را به درازا بردم، اما شما می توانید این حرف های مرا از شخصان باوریناکتان پرسان شوید که در بازار خیلاکسکی چی گپ و کار رست و تاجیکان را اینجا چی گونه خود تاجیکان تحقیر می کنند. کیباروف خودش را پریزیدنت خیلاکسکی اعلان کرده است و می گوید همه ذات تاجیک را می تواند خواه در روسیه باشد و خواه در تاجیکستان پیدا کند و جزا دهد. برای من یک چیز نافهم است که کیباروف و اهل آیلش همگی شهروند روسیه اند، اما چطور پسر او کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می شود؟ کیباروف اسماعیل به واسطه پسرش با افرادی که به وی مناسبت خوب ندارند اطاعت نمی کنند در نوسیبیرسک اذیت و آزار آنها را تشکیل می کند در تاجیکستان و به این واسطه هم به خود آنها و هم به خویشاوندان آنها در تاجیکستان تأثیر می گذارد. از اصول ترس و هراس دادن استفاده می کند. ماه ینور سال 2021 در بازار خیلاکسکی جانشین دیرکتور آلگا ایوانونا اعلان کرد که برای تعمیر دروازه های بازار هر تاجیک 1000 روبل باید دهد. جمع آوری پول در اختیار کیباروف اسماعیل و برادر او مهراج گذاشته شد. همه تاجیک ها از پول دهی سرپیچی کردند. کسی پول دادن نخواست. کیباروف ها با پاسبان های بازار نسبت آنها شکایت کردند و همراه پاسبانان پول جمع کنی را سر کردند. یکی از فروشندگان تاجیک پول دادن نخواست. در پیش کیباروف ها پاسبان ها او را زده زده 1000 روبلش را کشیده گرفتند. کسی از بالای آنها به میلیسه شکایت هم کردن نمی تواند و نمی کند، چون می دانند که به دادش نمی رسند و از جایش در بازار محروم می شود. کیباروف مهراج و اسماعیل و پاسبان ها اخرانه های بازار شکایت کردند که با دنبال این شکایت پاسبان ها در کنار کیباروف اسماعیل و جمع آوری پول شروع کردند. یک تاجیک در نزد پاسبان ها هم از دادن پول دست کشید، او را در حضور همه زدند، اما کسی جرأت نمی کند که شکایت کند. آن تاجیک هم مشت خورد و هم 1000 روبل پرداخت کرد. برای آن کسی از بالای بسپردلی کیباروف ها شکایت نمی کند که می ترسد او را از کار و حتی از روسیه دپارت نکنند. 11 ایولی سال 2016 در بازار خیلاکسکی بین تاجیک ها و ازبک ها جنگ شد که تشکیل کننده و کارگردان پشت صحنه آن کیباروف اسماعیل و عبدجباروف سیرشا زردکویچ بودند و هدف از این جنگ اندازی زخوات کردن مسجدی بود که ازبک ها آن را بنیاد کرده بودند. خوب، دیگر در آخر نوشته است محترم محمد اقبال صدردین
از شما خواهش می نمایم که پیش راه این بدادگری های کیباروف اسماعیل و عبد جبار و سیرشا را گیرید، یگان راه حلش را پیدا کنید. این شرمندگی است برای تاجیکان در نوسیبیرسک. کسی تاجیکان را شنین تحقیر نمی کند مانند این مافیا. تاجیکان را اینها تحقیر و با آنها مثل حیوان مناسبت می کنند. اگر امکانی برآمد کردن در برنامه اتان باشد، می توانم مفصلتر آن را با زبان روسی نقل کنم. به حقیقت بودن این معلومات ها شهادتی کامل می دهم. بله بینندگان گرامی، چنانه که در این نامه آمده بود، ما هم در مورد این دو نفر تحقیقات ها کردیم و آنچه که به ما از مقامات داخل کشور هم معلومات ارائه نمودند کاملا به آنچه در این نامه آمده است تحقق پیدا کرد و پس از 7 روز تحقیق این نامه را فعلا تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم و با این دو دزد و با این دو یغماگر و با این دو مافیایی که بر علیه تاجیکان در نوسیبیرسک این جنایتکاری خود را ادامه می دهند گفتنی هستیم که اگر شما با این کارهایی که تا امروز ادامه داده استاده اید باز هم ادامه دهید، حتما ما دستیه های زیاد آماده و در اصلاح تقدیمی بینندگان می نماییم و انشاءالله که حتما شما به کیفر اعمالتان خواهد رسید و امیدواریم که این جنایتکارانی با نام تاجیک ولی تاجیک آزارده از این اعمال جنایی خود دست می کشند و دیگر به مردمی اذیت کشیده تاجیک ظلم و ستم را روانه می بینند. اگر افرادی که باز هم پس از نشر این برنامه دیدید که اینها جنایت انجام دادن و اصلاح نویسید تا اینکه در مورد این تاجیکانی تاجیک آزار برنامه های مفصل تقدیم نماییم. انا همه مسئله زنها را عذاب دادن در تاجیکستان هم در روسیه هم بسیار شدید است. شما را بسیار مردم گوش میکنن، میخواستم که یک برنامه تربیتی هم باشد چون که زنای ما به حد در عذابن. در تاجیکستان همیسا بیش از 10 نفر خیلی در یوتیوب دیدیم شوهراشون کشتن، ظلم و عذاب کردن، این به حد وحشیانه کار است. در اینجا مثال زنی بننگ و ناموس کار می بیاید. زنایی که بیرها هستن در همونجا قطی رژیم معیشت کده گشته استن، روزاشون ها برده استن. اینجا در وقت زنا را همین مهاجرای ما بخشش میپرسم، همشون کدامش خوب هستن، تربیه اسلامی را دارن، ما و یاد یگان گفت گفتنی نیستم. لیکن میان میپرسن در اینجا زندگی ما رفته است، از ما بیشتر از 20 سال است، مثلا 15-20 سال است که زنی ما هم مردی ما هم به خارجا میبیاد، به روسیه میبیاد، کار میکنند. و طبیعی است که در اینجا هم زندگی ادامه دارد، یک شوهر میکند، یک زن میگیرد. باید همه آدم ها از طرف اسلام اگر می خواهن همی زن دستگیری کنن در حیات همی زن یک خوبیه که وارد کده می تونه زن گیرید، اما برای خواهشاتی تو که نفسانی خود زن نگیرید و زنای مهاجره که به اینم در عذاب هستن عذاب نتید. می دونه چه خیلی سوال می تیم، تو در اینجا اومدی در کافه تاجیکو اوزبکو کور کدگی می گن، زنچی ترا استفاده برده گن، ایخی نگین. او رئیسی که کافه داره در اینجا رستوران داره می بخشه زنای بهتری نداره، زن و فرزندش هم آورده جو کرده گیای زن دیوم های سیوم های ای تاجیکستان یک بختر اینو زنین ها نکاح میکنه میاره در اینجا زندگی میکنه. ما را وقت پسوده شوه کار میگیرن، پول شوه کار میگیرن، 14 ساعت ما با پا راست میستیم کار میکنیم، دست مونده آبی خنوک در خیمیه چیخ عذاب میکشیم و بله استفاده میبرنه که نه با اون طوره که شما فکر میکنید. ما را از پاهمون علاب میگیرن به 1000 سومه میتیان. ما میگیم که خی 6 روز کاری هر روز عادی خمی خیلی کار باشه، نه بخواه بیه بخدنوی میگن بیه بخدنوی کار کنی کن کن نکنی نکن. مسلمان ها هر آدمی که کافه داره داره رستوران داره ای خیلی نکنی عذاب نتید. ما را روسا در کار نمیگیرن، ما را تو میفهمن کیم چیم با بخدنوی کار بگیرید، رحم کنه به زنهای مهاجر. شما مرا بیه بخدنوی میگیرین کار میفرمونین عذاب با یک تنگه پوچک و میگوید که 3 وقت اوقات میخری 1000 سوم بسایتا. ما وقت نمیویم در کارخونه شما اوقات بخری خطون دیده سدید.
در روز کار کنیم این سال تمو پتن میکنیم تو افیسال نه کار میبریم که دو سه سال با عذابی سخت میبینیم به حد عذابی سخت میبینیم و اگر روزها در کار کنیم این سال دو ساعت پس ده منوتی چای پیتیا دارن چهار ساعت ده نیم ساعت عبید دارن کم کم دمیتیان کارگرا اما تاجیکا اوزبیکا یا مسلمان های ما نمیمونن هم یک وقت الخو تا پنج منوت ششته خورده نمیتونی خیلی چیده ششتگی میگن رنگی خر کار میفرمونن وقتی یک تای دیگرش زنگیر میشود میگه که تو دفعه الانجا کار کده گیت را استفاده برده گیان ای خیلی نگین هیچ وقت او رئیس ها زنهای خوب دارن زندگیشون تنجه ما را پسندم نمیکنن با شما بود محمد اقبال صدرالدین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته